بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک میلاد با سعادت حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب آله و علیه السلام، امروز 50مین جلسه ستاد ملی کرونا بود و ما در این 10 ماهی که عبور کردیم وارد ماه 11 شدیم به طور مرتب حداقل هفته یک جلسه ستاد و چند جلسه در زمینه کمیته های مختلف، هماهنگی کمیته ها، البته غیر از قرارگاه و خود وزارت که به طور مداوم اینا شبانه روز فعال هستند، انجام گرفته و بسیار ما خوشحالیم که امروز ما شاهد اون هستیم که ما منطقه قرمز در کشور نداریم و منطقه نارنجی هم نداریم تقریبا، و مناطقی که داریم مناطق زرد هست. باید تلاش بشه بتونیم این شرایط رو نگه داریم. خب تشکر فراوانی میشه از مردم عزیز و بزرگواری که واقعا با همه وجود، با همه توان کمک کردند، پروتکل ها رو اجرا کردند. در شب یلدا که یک شبی بود برای مردم از لحاظ دیدار خانوادگی مهم بود، توجه فرمودند. از نیروی انتظامی تشکر میکنیم، از صدا و سیما، که ذهنها رو آماده کردند و شرایط رو به گونه‌ای ساختن که الحمدلله امیدواریم که شب یلدا تأثیری نگذاشته باشه در روندی که امروز در کشور ما شاهدش هستیم. خب الان شرایط نسبتاً مناسبی هست با اون چه که قبلاً پیشبینی میشد. البته با مطلوب بازم باید بگیم شرایط ما باید تلاش بکنیم به سمت مطلوب حرکت بکنیم. 130 و چند فوتی هم برای ما خیلی زیاده. ما انشالله اگر زیر 100 هم رفتیم که امیدواریم انشالله برسیم، اون هم زیاده. به هر حال ما باید تلاش بکنیم که شاهد استانهایی باشیم که در طول هفته فوتی نداشته باشیم و یا حتی بستری نداشته باشیم، به اون روز برسیم. انشاءالله با کمک همگان امکان پذیره. اولین مسئله پایدار موندن وضعیت کنترل شده است. این یه وضعیتی تلاش شده از حالا اول آذر، از حتی از اوائل آبان، از 4 آبان ما شروع کردیم، 14 آبان بعد آمدیم در آذر شدیدتر، هوشمندانه تر وارد عمل شدیم. امروز یه شرایط نسبتاً مطلوبی پیش روی ما هست. وقتی مقایسه میکنیم ایران رو با کشورهای پیشرفته در اروپا، در آمریکا، میبینیم الحمدلله کارکرد همه عوامل تأثیرگذار و در صدر اونها کادر درمان بسیار حائز اهمیته. ما باید این شرایط رو بتونیم نگه داریم، پایدارش بکنیم. پایدار موندن یکی از مسائل بسیار مهم ما هست. نکته دومی که من تأکید میکنم، ما شاهد جهش این ویروس در بعضی از کشورهای اروپایی هستیم، مخصوصا در انگلیس، و خب قاعدتا از انگلیس هم عبور کرده به کشورهای دیگر اروپایی اونچنان که در خبرها شنیده میشه. ما باید مراقبت بیشتری بکنیم برای ورودی مسافرانی که از این مناطق احتمالاً وارد کشور میشن. البته در برخی از کشورها پروازها قطع شده، مراقبت‌ها بیشتر شده، ولی خب ورودی‌ها رو باید خیلی مراقب باشیم برای اینکه این ویروس جهش یافته دو مرتبه مردم ما رو و جامعه ما رو گرفتار نکنه انشاءالله. و مسئله سوم اون مسئله اصلی است که ما باید بهش خیلی توجه بکنیم و اون تجمع هست. یعنی حالا الحمدلله در زمینه ماسک خب تقریبا به صورت یک کار معروف در کشور ما مورد عمل داره قرار میگیره.
فاصله ها تا یه حدی داره مراعات میشه، شب نشینی ها مردم دارن مراعات میکنند، ولی تجمعات حالا به هر مناسبتی، به مناسبت دینی باشه، به مناسبت ملی باشه، به مناسبت مسائل مهم در کشور باشه، به هر حال همیشه باید این رو مراعات کنیم که ما در یک شرایط عادی نیستیم، ما در یک شرایط کرونایی هستیم و باید مراقبت کنیم و مواظبت کنیم، مخصوصا ایامی که پیش رو داریم. به هر حال شهادت حضرت صدیقه کبرا علیها السلام، خب مردم نسبت به خاندان رسالت عشق می‌ورزن، حق اونها هست، اما در این حال مراعات پروتکل ها هم وظیفه شرعی ماست، وظیفه ملی ماست، و این همون است که اون بزرگوارها هم از ما همین رو میخوان و ما این رو ما باید کاملا مراعات بکنیم. من یک مسئله میخوام عرض کنم نسبت به مسئله واکسن، که خب معمولا این رسانه های ضد ایرانی هر روزی یک بهانه پیدا میکنن، خیلی هم پر رو هستند، یعنی یه بهانه روی سوار میشند و موج سواری میکنن، بعد میفهمن چه افتضاحی کردن و همه مردم میفهمن که اینا درست دروغ گفتند، واقعیت ها رو پشت رو کردن، تحریف کردن. اما حالا دیگه پر روی ادامه داره، دو مرتبه یه موضوع دیگری رو پیدا میکنن، روی اون موج سوار میشن، مدت ها شروع کردن به اینکه همه عالم و همه دنیا دارن واکسن میزنن، ایران چرا عقبه، چرا دنبال واکسن نیست. بعد هم حالا شروع کردن مشکلات چیه، پول نداره، پول داره، این پول در بانک منتقل نمیشه، نمیده منتقل میشه، نمیده اوفک اجازه نمیده، آمریکا اجازه میده، یک بساطی رو به راه انداختن. من خواهش میکنم مردم عزیز ما توجه بکنن، از همون روزهای اولیه، از همون ماهای اولیه، یکی از مسائل مورد نظر ما واکسن بود. اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان ما از همون روزهای اولیه شروع کردن و دارن تلاش میکنن بر مبنای همین تأکید بود که ما خودمون باید بریم دنبال ساخت واکسن و در این حال همزمان باید بریم دنبال خرید، چون ممکنه حالا ما یه دو ماه زودتر، دو ماه دیرتر به واکسن برسیم. اگر واکسن مطمئنی در اختیار ما قرار گرفت، ما بتونیم خریداری کنیم به موقع وارد کشور. تمام این تبلیغاتی که میشه تبلیغات نادرست و نارواست. اولا بله، ایران حتما دنبال واکسن داخلی هست و تأکید میکنه و خب چند تا شرکت دانش‌بنیان ما دارن تلاش میکنن، انشالله به مقصد میرسن، اما همزمان هم برای خرید واکسن متلاش کردیم. حتما آمریکایی‌ها برای ما مشکل درست کردن، هیچ که تردید نکنه، نه تنها در واکسن، نه تنها در دارو، نه تنها در مواد غذایی. شما موردی پیدا نمی کنید که ما چیزی بخوایم از خارج کشور خریداری بکنیم و اونجا آثار خباثت و رذالت آمریکا را نبینیم. اصلا مورد پیدا نمی کنید، چون هر مورد خرید، هر مورد صادرات، هر چه روش انگشت بگذارید اونجا میبینید که فعالیت خبیثانه و رذیلانه آمریکا اونجا هست، نمیگذارن. به هر حال یعنی ما پول آماده کردیم از یه بانکی بدیم برای اینکه واکسن بخریم، همین کوواکس، پول آماده بود، اونا گفتن نه، اول باید اوفک آمریکا اجازه رسمی بده، تو اون اجازه نده ما اصلا پول قبول نمیکنیم. یعنی اینقدر اینا مردم ترسوندن، حتی سازمان بهداشت جهانی رو، همه رو پول خواستیم از یک کشوری منتقل بکنیم که پول ما اونجا هست، اون کشور قبول کرده، اوفک هم به ظاهر گفته اشکال نداره، بعد گفته این پول حتما باید بیاد اول توی بانک آمریکایی، بعد از بانک آمریکایی منتقل بشه. خب کی اعتماد میکنه به شما آدمهایی که هیچ کجا نمیشه به شما اعتماد کرد، هر جا پول ما رو پیدا کردید دزدیدید، شما که در دزدی معروفید و ما چجور به دزد اعتماد کنیم؟ خب
نذاشتن به هر حال راه‌های مختلف داشت. من خودم در نامه به بانک مرکزی دو سه تا راه معمولی رو نوشتم. خب از این راه‌ها رفت بانک مرکزی، خب نذاشتن به هر حال. مردم فکر نکنن ما مشکل نداریم. اینکه مقام معظم رهبری فرمودن تحریم رو بی اثر بکنید، ما لحظه به لحظه داریم این کاری میکنیم، نه ساعتی. هر لحظه که جنسی از کشور صادر میشه، هر لحظه که جنسی وارد کشور میشه، هر لحظه که پولی منتقل میشه، شما بدونید اونجا ساعتها جنگیده شده و مبارزه شده با تحریم. یعنی رفتیم برای اینکه تحریم بی اثر کنیم و بی اثر کردیم تا اینکه اون جنس وارد شده یا اون جنس صادر شده. این کاری بوده که از سال 97 تا حالا روزانه ساعتی لحظه‌ای داریم ما انجام میدیم. اما با همه توان، با همه تلاش، الحمدلله اقدامات لازم برای تأمین اعتبار، برای انتقال انجام گرفته. ما هر کجا، حالا غیر کوواکس، جای دیگری اگر واکسنی باشه مورد اعتماد باشه، وزارت بهداشت درمان ما بگه این واکسن مورد اعتماده، ما حتما خریداری میکنیم، پولش تهیه میکنیم، پولش منتقل میکنیم به هر شرایطی باشه. اما ما آماده نیستیم مردم کشور ما دوره آزمایشی یک واکسن غیر معتبر رو بگذرانن. این ما حاضر نیست. یه شرکتی رفته یه واکسنی درست کرده، حالا میخواد تمرین کنه، حالا میخواد دوره تستش بگذرونه، اینه میخواد بفرسته تو بعضی از کشورها، بعدش هم دقت بکنه بگه این 10,000، این 100,000، این 1,000,000 به کی تزریق کردی، چی شد، تو اون بره تصحیح بکنه. ما همچون کاری وزارت بهداشت درمان ما انجام نمیده. ولی هر کجا شرکت معتبر، واکسن معتبر، هم وسیله حمل و نقلش رو داریم، هم وسیله نگهداریش داریم، حالا اون واکسن مقرر باشه زیر 4 درجه باشه، زیر 10 درجه باشه، زیر 80 درجه باشه، هر چه باشه، در نقل و انتقال، در نگهداری ما مشکل نداریم، در خرید مشکل داریم، از مشکل عبور میکنیم. گاهی وقتا تو بعضی از رسانه ها میگن که ما نفهمیدیم مسئولین چی میگن. خلاصه تحریم مشکل هست برای واکسن یا نیست؟ بله که تحریم مشکل، نه برای واکسن، برای هر دارو، نه برای هر دارو، برای هر چی که میخواییم وارد کنیم تحریم مشکل. ولی ما عبور میکنیم از این مشکل، روزانه عبور میکنیم، در کیس بای کیس ما عبور میکنیم، ما عبور میکنیم از مشکل، تحریم بی اثر میکنیم، هم در صادرات هم در واردات. حالا به بقیه کاراش من کار ندارم، میگن FATF مؤثر مؤثر نیست، حالا اون بحثا رو من کار ندارم، ما الان وارد بحث FATF نمیشیم. ما 4 تا لایحه داریم، دولت 4 تا لایحه داره، خودش 2 تا لایحه تصویب شده، 2 تا لایحه مونده که هم دولت هم مجلس تصویب کردن، تو مسیر ما دلمون میخواد هرچه سریعتر اون دوتا لایحه تصویب بشه. حالا FATF یه مقوله دیگری سر جای خودش باید بحث بشه. مردم بدونن در همه اینها ما مشکلات داریم، اما این مشکلات مانع از فعالیت ما نیست، مانع از اقدامات ما نیست. ممکنه یه چیزی گرونتر در میاد، ممکنه یه چیزی با تأخیر انجام بگیره، اما حتما این کار انجام خواهد شد. نکته دوم که حالا البته الان زوده من اشاره میکنم، وزارت بهداشت درمان ما، خدا آقای دکتر نمکی مراقبت کنن، اون روزی که ما واکسنی رو خریدیم و وارد کشور شد، اون روز من خواهش میکنم به دقت به مردم گزارش داده بشه چند تا واکسن وارد شده، به چه افرادی تزریق شده کامل، برای چون اون وقت یک بازی دیگه شروع میشه دو مرتبه، که آقا واکسن آوردن، اونا به اینا تزریق کردن، به اونا تزریق نکردن، اونا چی شد، اینا اینجوری شد، بعد این واکسن چی شد، از بازار آزاد سر در آورد، اونجا از اون داروخونه، از داستانها شروع بشه. من خواهش میکنم همونی که وزارت بهداشت درمان کاملا برنامه داره برای اینکه واکسن وارد بشه، اولویت ها برای تزریق واکسن و واکسیناسیون مشخصه. به هر حال اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن، اونایی که سنشون بالا هست، کادر درمان، اینا اولویت‌های ما هستن.
مشخص دقیق باید مشخص بشه، روزانه هم باید به مردم کاملا توضیح داده بشه و واضح و روشن باشه، چون دشمنان ما هر روز دنبال اینن که یک بهانه پیدا بکنن و سوء استفاده بکنن از این مسائل. خب در شرایطی که ما هستیم، در این شرایط یکی از مسائل مهم ما فصل زمستان، حالا از نظر بیماری شرایطی که فصل داره از اون هم ما بگذریم، و وارونگی هواست که میتونه مؤثر باشه. ذرات معلق هم میتونه تاثیرگذار باشه در نقل و انتقال، همین ذرات معلق میتونه در سیستم ایمنی بدن تأثیر سوء بگذاره. بنابراین برای ما مهمه که در این ایام ما نسبت به آلودگی هوا حساس باشیم. قانون داریم، مقررات داریم، طبق قانون عمل میشه، استاندارها مسئولیت دارن. برخی از موارد هم که مورد تأکید بوده، باز امروز در جلسه مورد تصویب و تأکید قرار گرفته که انشاءالله در این ایام به طور دقیق اجرا و پیاده بشه این مقررات ما. در اینجا من میخوام این نکته رو تأکید کنم که همه ما میدونیم که پاندمی کرونا یک بیماری عادی و معمولی نبود و نیست. یک بیماری بود که در تمام ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ما تأثیر گذاشت، در مسائل فرهنگی ما، در مسائل ورزشی ما، در مسائل اقتصادی ما، در مسائل علمی ما، در آموزش پرورش ما، در دانشگاه ما، در کسب و کار ما، در صادرات ما، در همه جا اثر گذاشت. به هر حال در دنیا هم تقریبا اینجور بود، حالا بعضی کشورها شدت داشت، بعضی ها کمتر بود، ولی همه جا این وجود داشت. و بنابراین برای اینکه ما تأثیر این بیماری رو بتونیم کاهش بدیم و کنترل بکنیم، نیاز به هماهنگی و همکاری همه جانبه داره. ما امروز بسیار خوشحالیم که همه دست به دست هم دادن، یعنی نیروهای مسلح ما، بسیج ما، سپاه ما، هلال احمر ما، نیروی انتظامی ما، صدا و سیما ما، قوای سگانه و در رأسش کادر درمان ما، قرارگاه ما، همه دست به دست هم دادن و همه دارن تلاش میکنن، از محله گرفته تا خیابون، از شب گرفته تا روز، همه دارن تلاش میکنن. و تنها این هماهنگی و همکاری و یک صدایی هست و همافزایی هست که ما رو به نتیجه میرسونه. ولا خب این بیماری خاصیه، مشکلات فراوانی رو درست میکنه. الحمدلله هم بخش اقتصاد ما، هم بخشای دیگه، همه دارن تلاش میکنن که ما بتونیم هم معیشت مردم، هم زندگی مردم، هم نیازمندی های ضروری مردم، هم شرکت های دانش بنیان برای نیازمندی هایی که ما در بخش بهداشت درمان داریم که دارن تلاش میکنن، هم در این که سبک زندگی رو، این سبک زندگی که تغییر کرده، بخشی از این تغییر دائمی خواهد بود، بخشی از این تغییر هم خب از بین میره، خب تغییر میکنه. اساساً سبک زندگی در بهداشت یک تأثیر گذار، این بیماری باعث شد که مردم یک توجه ویژه‌ای به بهداشت پیدا کردن، این انشاءالله پایداره، باقی میمونه. این بیماری باعث شد که ما به فضای دیجیتال بیشتر تکیه کنیم. این دائمی است، برای همیشه باقی میمونه. ما باید دولت الکترونیک کنیم، باید اقتصاد دیجیتالی باشه، باید چهره به چهره برای اینکه ما بخونیم خدماتمون اخذ بکنیم، باید کم بشه، بتونیم خدمات رو بدون اینکه خودمون حضور پیدا بکنیم این خدمات رو دریافت بکنیم. خب در خود بهداشت درمان هم داره همین کار انجام میگیره، اون پرونده الکترونیکی سلامت داره این کار انجام میگیره. بنابراین برخی از این موارد دائمی است، ادامه پیدا میکنه، برخی هم موقت، ولی ما این تغییر سبک زندگی رو ما برای ماهای پیش رو باید حتما با همین شدت و با همین حدت ادامه بدیم. نکته دوم اینه که این ویروس متاسفانه که تقریبا از عمرش در دنیا
از یک سال هم گذشته، در کشور ما هم از 10 ماه گذشته. متاسفانه این ویروس ضعیف نشده که بگیم این ویروس داره از بین میره، داره تمام میشه. نه، این ویروس هست، گاهی هم جهش هایی هم پیدا کرده. پس ویروس وجود داره. ما باید تلاش بکنیم مسیر ابتلا، مسیر فوت نزولی بشه که الحمدلله داره این کار میشه، ولی این نباید تبدیل به عادی انگاری بشه. اگر به محض اینکه شرایط یه خود آرام میشه، ما هم احتیاطات بذاریم کنار، پروتکل‌ها رو بذاریم، 2 هفته بعد باز مبتلا میشیم، باز همین بساط پیش میاد. بنابراین ما باید ادامه بدیم همون کاری که شروع کردیم برای همه پروتکل‌های بهداشتی که تا حالا ما دنبالش بودیم و اجرا کردیم. من یه نکته دیگری میخوام اینجا اضافه کنم. خب در این روزا خیلی بحث میشه که تو اروپا این ویروس جهش پیدا کرده، این نمیدونم وارد کشور شد، وارد کشور نشد، وارد کشور میشود، وارد کشور نمیشود. من از مردم خواهش میکنم که ما باید تلاش کنیم نذاریم وارد شه، ولی حالا فرض بگیریم وارد شه، راه درمان همونی است که تا حالا ما داشتیم. یعنی برای اون ویروس هم باز فاصله گذاری میخواد، باز همین تمام پروتکل هایی که ما اجرا کردیم، پروتکل ها رو باید دقیق تر، بهتر، بیشتر. راه دیگه باز نداره، یعنی ما نمیتونیم کار دیگری بکنیم. اول باید پیشگیری کنیم، ولی اگر یه وقتی با این مشکل مواجه شدیم، راهش اینه که با ماسک، با فاصله گذاری، با عدم تجمع، با برخورد با متخلفین، اینا همین راهی است که ما تا حالا داریم میریم و باید ادامه بدیم. من 2 نکته رو هم میخوام اضافه کنم و عرضم رو تمام کنم. یکی این که امید ما به آینده باید تقویت بشه، یعنی نباید ما مردم رو مایوس کنیم و ناامید کنیم. به هر حال بشر بر این ویروس پیروز میشه، به هر حال یک واکسن مطمئن میاد، به هر حال ما از این شرایط عبور بکنیم. حالا ممکنه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، کمتر، بیشتر. پس امید به آینده باید همواره مد نظر ما باشه و حتما هم ما یه روزی به واکسن با کیفیت داخلی یا خارجی میرسیم و این ویروس مهار میشه. و نکته دوم، افزایش فعالیت اقتصادی و کار و تولید. اینا رو حتی در بخش آموزش اینها هم حالا تلاش در فضای مجازی میشه، البته عمدتاً، چون چاره فعلا ما نداریم در شرایطی که ما داریم. حالا ممکنه در آینده به شرایطی بشه که این آموزش حضوری امکان پذیر باشه، ولی فعلا به صورت فضای مجازی. اما فعالیت اقتصادی ما، کار ما، تولید ما باید به سرعت ادامه پیدا کنه، اما در کنارش البته باید حوزه بهداشت و درمان ما هم تقویت بشه، هم از لحاظ تجهیزات که به حمدالله داره آماده میشه، هم از لحاظ استخدام پرستار که داره این کار انجام میشه، هم از لحاظ اینکه ما بتونیم مشکلات کادر درمان حل بکنیم که الحمدالله قدم به قدم داره مشکلات مرتفع میشه. تقویت کادر درمان، فعالیت اقتصادی به عنوان 2 اصل، به عنوان 2 موضوع مهم باید مد نظر ما باشه تا انشالله از این ایام سخت عبور بکنیم به سلامت انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.